درود به تمام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. قبل ویدیو بهتون بگم هدف من گذاشتن اینجور ویدیو اینه که یک آگاهی به مردمم بدم و دوستان وقتی کسی میاد ویدیو من نگاه میکنه یک آگاهی از ویدیو من داشته باشه و براش مفید باشه. مخصوصا این ویدیو، توی این ویدیو میخوایم بریم با هم مصاحبه دردناک یک خانم ایرانی بشنویم که گول خورد و گول یک نفر رو خورد که بهش گفت باشه به ترکیه تنفروشی بکن و خیلی پول خوبی توش هست و این خانم گول خورد. و اما الان میخوایم بریم با هم مصاحبهش رو بشنویم که یک مصاحبه خیلی دردآوری انجام داد که بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخر مصاحبه رو ببینید. اینجا رو اضافه بکنم که این مصاحبه برای سال 1366 هستش. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب چطور میبینی استانبول؟ خیلی مزخرف. چه چیزش مزخرف؟ همش محیطش کثیف، آدماش فرهنگ ندارن، بیشتر از ما کمتر از ما فرهنگ ندارن. جدا فرهنگشون کمتر از ما؟ خیلی. ولی چطوری که الان یه عده زیادی از دختر و زنهای ایرانی اینجا راحت دارن زندگی میکنن؟ به خاطر اینکه این آزادی تو ایران نیست. فکر میکنی اینجا به خاطر اینکه آدم میتونه سر بنه راه بره یه قدی آزادتره؟ خانم‌ها اینجوری اکثر اینجوری فکر میکنن، یه مقدار مشروب بخورن و دیسکو برن، کاباره برن، یعنی اگر اینا رهنه برن، این آزادی خانم است. وگرنه اگه این چیزا نباشه همون ایران راحت‌تر می‌تونه زندگی کنه به نظر من. پس تو اون در بند بودن ایران رو قبول داری؟ خیلی. همه کارم می‌تونم بکنم. میگم من آزادم، همه کارم کردم. از همه کار منظورت؟ بیشتر اتفاقا من بیشتر می‌تونم تو ایران از لحاظ فساد بیشتر کار کنم تا استانبول. می‌تونی بیشتر پول در بیاری؟ چون سکس ایرانی خیلی ملایم. جدا خیلی ملایم. و در ازای سکس چون محیطش کمه میخوان همه کار کنن. پول بیشتری بدن که فقط سکس انجام بدن. وقت سکسش هم خیلی ملایم، یعنی 2 دقیقه خیلی معذرت میخوام طول نمیکشه تمام شه. هم پول بیشتری به دست آوردی، هم اذیت نشدی. خب ترکیه یه مقدار شاید اذیت نکنن از لحاظ سکس، اما جایی بالاتری که بدی میکشن تا بهت پول بدن. از لحاظ سکس همه کار میکنن باهات، شیده یه تنیده میکشن تا یه پول بدن. پس تو ایران رو ترجیح میدی به خاطر همین؟ همین، همه کارش. هم راحت میتونم کار کنم، هم راحت میتونم باشم، بازم یه ایرانی هم وطنمو به دنیا عوض نمی کنم. بالاخره 8 سال بعد شده، آخرش خوب میشه. میگم کسانی که بخوان با مذهب زندگی کنن به اونا لطمه نخورده. ما هستیم که بخوایم راحت زندگی کنیم میگیم نه. فقط اینا دارم 50% شوشو در میارن که خوشن جای امام معرفی میکنن، جای پیغمبر، فردم جای امام زمان، بعد پس فردم میشن خدا، خود خدا. شروعشون تو این حده. یکی هم میخوام به زور مذهب و تلقین کنم مردم. از لحاظ من این 3-4 موردشون اشغال داره. تو از ایران اومدی و راجب داخل ایران خیلی بیشتر از من اطلاع داری. فکر میکنی چند درصد مردم مثل تو فکر میکنن راجب این مسائلی که الان گفتی؟ خیلی کم. یعنی همه به انتظاری نمیکشن که با 10,000 تومان از ایران بیان بیرون ولی بر نگردن ایران. یعنی اینقدر زندان شده ایران واسه. نه اون قسمتی که گفتی اینها شورش در آوردن و فکر میکنن که امام شدن و امام زمان دارن میشن، اینطوری چند نفر از ایرانی ها اینطوری فکر میکنن؟ همه دارن اینجوری فکر میکنن. یعنی همه خمینی؟ آره. یعنی همه معتقدن که اینا به این ترتیب شورش در آوردن؟ آره. بیشتر از اینم، بیشتر از این که من فکر میکنم، یعنی قبولش ندارم. ولی قبولش 80% از مردم ایران بهش نیست صحبت کنی میگن خمینی بد، ولی فردا که نماز جمعه میشه همین 80% تو نماز جمعه. پس حق ماست که ما باید ببینیم. وقتی ما جمعهش میریم شعار میدیم، فردا جمعهش میریم میگیم خمینی بد. آقا فرهنگ داشته باش. وقتی میگی خمینی بد نماز جمعهش رو نرو. وقتی خب محیط نماز جمعه خلوت باشه، محیط شعار خلوت باشه، بعضی مملکت ما هم درست میشه. فکر میکنید دلیلی که مردم این خصوصیتو دارن چیه؟ حقشون، هر چی به هر بلایی سرشون بیاد حقشونه، چون خودشون میخوان. آقا خودشون میخوان. از ایران بلند شدن رفتن عربستان سعودی به خاطر اینکه خانه خدا رو زیارت کنن، بعد اونجا شعار میدن درود بر خمینی، کشتن، حقشونه. منم بودم میکشتم. تو فکر میکنید در آینده چه تغییر تحولی تو کشورت پیش بیاد؟ با این دیدگاهی که الان داری، این مدت دراز رو در اونجا زندگی کردی، یک برداشتی داری از حال و اوضاعی که در داخل ایران هست، پیش بینی میکنی که در چند سال آینده چه تغییری تحولی در کشورت در ایران؟ اینجوری پیش بره هیچ، همینجوری هم باقی میمونه.
یعنی اگر یه زمانی هم میرسه از اون اومد، یعنی تو خیابون مردم نماز جماعت رو پهن کنن، یکی از لحاظ اغذیه خورد و خوراک یه عصر خورما این زمان حضرت محمد چهار نفر میگیرن و بعد بتونن شکم خوشنصیبی کنن، اینجوری میشه اگه خودمون بخوایم. ولی نه، اگر شروع کنیم اون چیزی که ما نمیخوایم باشه تو جامعه همون، شاید یک ماه هم طول نکشه جامعه ما عوض بشه. ولی تو میگی مردم از اون فرهنگ برخوردار نیستن دیگه. نیستن، این میدرد. من با یه خانمی صحبت میکردم، میگفت پولی که داشت فقط کفاف و یک ماه زندگیشو داد، بعد دیگه نمیتونست اینجا بمونه، ولی با ترجیح داد که بر نگرده. تو نسبت به این قضیه چی فکر میکنی؟ نه، من دوست دارم هر لحظه انتظاری نکشم که برگردم بیرم. جدی میگم. خانوادت رو دوست داری؟ نه. وطن تو؟ وطنم رو دوست دارم، چون تو ایران هم خوب بوده هم بد، باید بدیش بسازیم تا خوبش رو به دست بیاریم. خب تو یه دختر 22 ساله ای هستی اینطوری فکر میکنی، یه دختر 27 ساله ترجیح میده بمونه بر نگرده. برای من این اختلافات جالبه. اکثرا به خاطر این آزادی هایی که تو ایران نیست میخوام بمونم. تو چرا مجبوری اونجا الان در اون چارچوب خیلی بسته زندگی کنی؟ یعنی واقعا نتونی آزادانه برای خود بری گردش؟ من همه چیزی تو ایران آزاد بود، همه چیزم، تفریم آزاد بوده، دوست با دوستام آزاد بودم، بیرون رفتنم آزاد بوده، خوابیدنم آزاد، همه کارم آزاد بوده. فقط یکی دو مورد من به ایجاد برخوردم به خاطر حفظ حجاب با این پاسدارا درگیر ایجاد کردم. من میگم آدم درستی نیستم، ولی خب ایران هم بودم اهل سیگار و مشروب نبودم، اینجا هم اصرار هم میکنن به اون رو نمیادم. اگه بخوام آدم هرزه‌ای هم باشم سنگین باید باشم، انگوش نمای مردم نباید باشم، یعنی تو خودم باشم، کاری که انجام میدم توی خودم باشه، کسی ندونه این کاری که من دارم انجام میدم. فکر میکنی چون فقط به خودت هم مربوطه؟ به خودم هم مربوطه. خب در یک جایی به خودت مربوط نمیشه، دیگران روش تاثیر میذارن. به هر حال من از این که من انگوش نمای مردم بشم بدم میاد، دوست دارم سنگین باشم، اگه هر کاری هم میکنم سنگین باشم، یه فرد با شخصیت رو حساب کنم در هر مورد، صحبت کردنم، عملم، رفتارم، بیرون رفتنم جوری نکنم، چون من هر زم یه جوری بگردم که اگه بخوام بیام تو خیابون همه دیگه نگام کنم. نه، تو از اینی که یه زنی مثل تو، یه دختر جوانی مثل تو برای گذراندن زندگیش چند دقیقه یا چند ساعت از وقتش رو به مرتا بده و بابتش پول بگیره، چه احساسی داری؟ من شخصا احساس بدی دارم، ولی خب مجبوریم. منم اگر این کارو میکنم شخص من به خاطر اینکه دنیا داری با پول میچرخه، پای اول خوشبختی و بدبختی پوله، تا پول به دست نیاری هیچ به دست نیاوردی، آرزو به دست نیاوردی، دوستو به دست نیاوردی، پدر مادر به دست نیاوردی، با پولی که منم تو یه حدی که تو ایران بودم درک کردم باید انقدر پول به دست بیارم که مادر باهام مهربون باشه، جدی میگم این مثلا، پدر باهام مهربون باشه، فامیل تحویلم بگیره، دوستم مثل پدرم بودم. من شخصا حالا من میخوام این مقدار سوالات نزدیکتری بکنم ازت. در ایران که بودی تا چند سالگی خودت رو خیلی راحت و پاک احساس میکردی؟ تا زمان 18 سالی که من ازدواج نکرده بودم. ازدواج کردم یک ماه بعد از ازدواجم افتادم توی مسئله. چرا؟ چون من اون شخص دوست نداشتم، فکر میکردم اگه ازدواج کنم از محیط خانواده یه مقدار راحت ترم، دیگه اذیت نمیشم، خوشبختانه بدبختانه با یه آدم درستی هم ما ازدواج نکردیم. میگم راضی بودم یه آدم چی نداشت، چشش خوبی بود، ناشنوا بود، شل بود، من همه کارش میکردم، انسان بود، میشستم باش زندگی میکردم، ولی میدیدم نه اصلا نمیشه تحملش کرد. خب منم مجبور شدم رو بیارم به مردم. وقتی رو بیاری به مردم باید برید حالت فساد تا پول جمع کنی. چطور رو آوردی به مردم؟ در اینی که شوهر داشتی رو آوردی به مردم؟ آره، در اینی که شوهر داشتم. شوهرت میدونست؟ شوهرم میدونست، بر تا یه حدیش میدونست، میدونست که من یه دوست پسر دارم مثلا اول. آره. خب بعد از هم جدا شدیم؟ بعد من چیزی در حدود اگه باور نکنی 3 ماه پیش من جدا شدم. این مسئله ازدواج من ادامه داشت، در حالی که من میگم 2 شب پیشش نخوابیدم. پس به چی دلیل باشه ازدواج کردی؟ فقط برای اینکه بتونی محیط خانوادم خیلی بد بود، جدا بد بود،
تحت فشار خانواده. نه اینکه میگن بیایم اروپا اروپا، باید اول میگن فساد مشروبه. پدری که مشروب بخوره به دختر خودشم رحم نمیکنه. من مسائل اینجوری بود که مثلا سر مشروب خوری پدرم مجبور شدم دست به ازدواج بزنم. ازدواج با هر کس. یعنی مشروب خوری پدرت. مشروب خوری پدرم. در حالی که مثلا الان تو محیط بسته‌ای ما در زندگی میکنیم. محدودیم. واجبه اینکه مشروب بخوریم. یه قدری برای من بشکاف قضیه رو. میخوام ببینم مشروب خوردن پدرت چه ربطی به بیرون اومدن از منزل خب وقتی پدر. مشروب شما مشروب بخورید. بدید از اون حالت ارسی خارج بشید دست به همه کار میزنید. یعنی پدرت مایل بود دست به هر کاری بزنه با تو. نه واسه من سخت. مادرم از سن 7 سالگی با ما زندگی نکرد، جدا شد از پدرم. یه 2-3 سالی اولش مادری داشتیم که اذیت نکرد، ما رو جدا اذیت نکرد. بازم سر مسئله پدرم ازش جدا شد. فقط من یک دفعه از پدرم سوال کردم، پس اگه تو اینجوری بودی چرا ما رو به وجود آوردی؟ گفت دست خودم نبود، غریزه بود. فقط هم احساسات نسبت به پدر و مادر چطور؟ هیچ احساسی ندارم. تنها به چیزی که فکر میکنم خودم. اینطوری که ما میشنویم مشروب خوردن بیشتر شده، ولی نه در ملای عام، در منزل. منه خودکفایی شده. اصلا من دارم آبجو رو توی خونه ها درست میکنن، شراب رو توی خونه ها دارن درست میکنن. تو فکر میکنی چند نفر اینطوری مثل پدرت تو منزل مشروب میخوره؟ مثل من مشروب میخوره؟ من اصلا مشروب نمیخورم. مثل پدرت گفتم تو منزل مشروب. الان اگر زمان تاغوت 50% بود الان شده 98%، 99%، 1% مردم نمیخورن. جدا میگن باقی همه تو منزل میخورن. دارم میخورم. فکر میکنی چند درصد از مردم ممکنه مثل پدرتو موقعی که مشروب میخورن یک چنین احساساتی بهشون دست بده، یه همچین افکاری بهشون دست بده، یه همچین کارهایی بکنن؟ خیلی کم. من اینو قبول دارم، خیلی کم. ولی خب شاید هم اینو شنیده باشید که پدر توالت مسیح به دخترش تجاوز کرده، پسر به مادر تجاوز کرده، برادر به خواهر تجاوز کرده. اگه این مسائل شنیده باشید. بعضی میخوام زمان تاغوت تو روزنامه ها می نوشتن. حالا چی؟ حالا نمی نویسن؟ نه همچین چیزایی تا حالا اتفاق نیفتاده. ولی در زمان جمهوری اسلامی. خب آیا فقط همین تجاوزه؟ یعنی اون فشار و بار تجاوز یک پدر به دختره، یا اینکه اون احساساتی است که یک فرزند به پدرش داره و میخواد اون رو حفظ کنه؟ کدوم یکی اینا بیشتر تو رو زجر داده؟ اینو درست متوجه نشدم. حواسم جایی. میخوام ببینم اون چیزی که تو رو زجر داده، ناراحتت کرده، فقط این مشروب خواری پدرت بوده، یا اینکه تو دلت میخواست که رابطت سالم بمونه با پدرت به عنوان یک فرزند با پدر؟ من مشروب مقصر ندارم. این انسانهاست که آدم انسانان که آدم بدن چی میگن؟ تو فکر میکنی احساسش غریزیه؟ میگم آدم های بد زیادن، ولی خب من نمیدونم شخص پدر من کلن چه. فقط اینو میدونم چون مادرم بهش خیانت کرده تو دوران ازدواجش. دوران ازدواج پدرم مادرم مادر من بهش خیانت کرده دیگه، به هیچ زن و دختری رحم نمی کنه. بازم میگم شاید اگر مشروب نمیخورد این رفتار رو من نداشت. به من میگفت نباید به دختر زن رحم کرد، چون زن موجود ناشناخته است، خدا به ذات زن انگشت نما مونده. بعد من نمیرسم این حرفش یه روزی هم برای من بخواد انجام بشه. خب مادرت چه نوع رفتاری داشت؟ میگم تو دوران ازدواجش با عموی عاشق عموی من شده بود. خب عشق حسابی جده بعد عشق بازیش رو من الان یادم میاد که اسمش میتونم بذارم. عشق بازیش رو من دیده بودم کلاس اول دوم ابتدایی. شاید عشق بازی های مادرت بودی بعد روی تو تاثیر بد میذاشت. الان که میفهمم از اون زمان که فهمیدم آدم دیگه نمیتونم تحملش کنم. یعنی حس میکنم دوست دارم ببینمشون، دلم واسه شون تنگ شده، ولی در روشونی که قرار میگیرم به خاطر گذشتهشون نمیتونم باهاشون باشم. یعنی نمیتونم تحملشون کنم. بازم از این راهی که من دارم پول در میارم با آدم های بدبخت خیلی رسیدم. من شده من روزی 5 تومن کار کردم، 5000 تومن به پول ایرانی کار کردم، اومدم رفتم بیرون بستنی بخورم. بعد یه خانمی بود بچهش داشت گدایی میکرد. من احساس کردم یه زمانی مادرم این بود من چی کار میکردم؟ بعدش همون 5 تومن دادم به خودش که هیچ کسی این کار نمی کنه. همه پولی که در روز در آورد دادی دادی بهش. بازم از این کار خیلی میکنم. از این پولی که من جدا در آوردم واسه خودم خرج نکردم.
بودن به من راهنمایی کردن برو 30,000 تومان خرج بکن، حداقل سینهاتو عمل کن، بذار یه مقدار کوچیک‌تر بشه و فلان. دوران این بی‌بنده‌باری سینما بزرگ کشید، این اصلا طبیعتم اینجوری بود که مثلا کلا خرج نکردم. یه مقدار این آرایش که بعضی من می‌بینی ساده، در باست هم اگه بیایی ایران ببینید ساده به خودم زیاد نمیرسم، فقط هم پول، فقط این بودم به خاطر این دارم جمع میکنم در آینده هم سرپناه خوبی داشته باشم، چون بیشتر نمیتونی توی این کار باشی، از بین میری. تو چه زمانی میتونی قشنگ باشی؟ تو چه زمانی میتونی مردم تو رو بپسندن؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشه، لذت ای که اینفورمیشن خاصی بهتون این ویدیو داده باشه. و جالبش برای من اینجا بود که این ویدیو برای اوایل، یعنی 8 سال از انقلاب فقط گذشته بود، 8 سال. حالا ببینید الان دیگه چه اوضاعی هستش تو ایران. خیلی میگن که چرا این ویدیوها رو میذاری، ما خودمون تو ایران کم درد داریم بابا، همینا رو بعد درست بکنیم. ما بعد از همین اینجا، از همین اینجا باید شروع بکنیم که شهر درست بکنیم، پایه درست بکنیم، در آینده برای نسل‌های بعدمون ایرانمون درست بکنیم. اگه نخواهیم توجه بکنیم به این، فکر بکنیم که ما خودمون کم بدبختی داریم، ایرانمون با خاک یکسان میشه اگه بخوایم به این چیزا فکر نکنیم. خلاصه که این چنل ولاگ ماست، داخلش هر روز برای داخلش ولاگ میذاریم، اگه دوست داشتید اونجا میتونید ما رو دنبال بکنید. بخش دارم تون تون صحبت میکنم چون نمیخوام سرت رو درد بیارم، شما اصل ویدیو رو دیدید دیگه، برید تا تهش دیگه. اگه دوست داشتم این ویدیو رو لایک بکنید، برای دوستاتون بفرستید، برای دوستاتون بفرستید، دوستاتون هم ببینن. تا ویدیو بعدی میبینمتون، فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم، از شر هرچی بدی دور باشید، فعلا خدا نگهدار.